استرالیا از قوانینی جدید که برای محصولات حلال وضع شده حمایت می کند. وزیر بازرگانی استرالیا در سفر اخیر خود به کشور اندونزی حمایت خود را از قوانین جدید محصولات حلال اعلام کرد. مطابق این قوانین استرالیا موظف به صادرات گوشت زیبه شده طبق دستورات اسلامی خواهد بود. طبق این قانون از اکتبر سال 2019 میلادی تمام گوشت هایی که در فروشگاه های اندونزی فروخته می شود باید به روش اسلامی ذبح شده باشند و این قانون حتی در مورد گوشت های وارداتی از کشورهای دیگر همچون استرالیا نیز لازم است. استرالیا که از کشورهای پیشگام در صادرات دام زنده و گوشت در جهان به شمار می آید 80 درصد گوشت مورد نیاز اندونزی را تأمین می کند و سالانه بیش از 9 میلیارد دلار از این راه درآمد دارد پیش از تصویب این قانون در اندونزی نیز استرالیا برای حفظ بازار مقصد خود در این کشور اغلب محصولات گوشتی و غیر گوشتی خود را با برند حلال صادر می کرد که پس از این شامل همه محصولات خواهد شد. شاید ذکر است اگرچه در ابتدای شروع گستردهی فعالیت برند حلال در جهان واکنش های منفی به این برند صورت گرفت ولی همکنون برند حلال به برندی جهانی تبدیل شده است و بسیاری از کشورهای غیر اسلامی نیز در راستای احترام به اطباع مسلمان خود و نیز جذب حد اکثری گردشگران و مسلمان به استفاده و تولید محصولات حلال تمایل نشان دادند.